يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. فروغ روی یزدان داری ای دوست، صفای باغ رضوان داری ای دوست، توی یوسف که در هر کوی و برزن هزاران پیر کنعان داری ای دوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. روزداران، بندگان خوب خدا، سلام. به سفره رحمت خوش اومدید. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وابدر الزال عبادك في السياب صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وارزقني حج بيتك في كل عام واغفر لي واغفر لي واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيره يا رحمن يا خب بینندگان عزیز، شبهای قدرم به پایان رسید. امیدوار هستم که طاعت و عباداتتون در این لیالی قدر مورد قبول درگاه احدیت باشه انشاءالله، و همینطور توبهی که به درگاه خداوند کردید پذیرش بشه. مطمئنن اونهایی که التماس دعا داشتن حضوراً خدمت شما، و همینطور اونهایی که تماس داشتن با برنامه ما، برنامه سفره رحمت، اونها رو هم دعا کردید. و این اطمینان رو دارم که بچه های سفره رحمت، بچه های استدیوی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو فراموش نکردید. یه نکته میخوام یادآوری بکنم در رابطه با اینکه توی زندگی که ما داریم گاهی وقتا میخواییم بریم سفر، بعضی ها وسیله های مختلفی رو انتخاب میکنن برای سفرشون. بعضی ها با هواپیما میرن، بعضی ها با قطار میرن، بعضی ها با اتوبوس، بعضی ها با ماشین شخصی خودشون. حالا اونایی که با ماشین شخصی میرن، اگر در نظر نگیریم که حالا هزینه هواپیما و یا قطار ممکنه گرون باشه، یکی از عواملی که باعث میشه که اونها خودروی شخصیشون رو انتخاب بکنن برای سفر این است که اگر در طول سفر برخورد کردن با منظره زیبایی و حالا احیانا جنگل، رودخونه یا هر جایی که میشه لحظه‌ای توقف کرد و از اون منظره لذت برد، بتونن توقف کنن و لذت ببرن. میخوام اینو بگم که توی زندگیمون سعی کنیم با سرعت حرکت نکنیم، یه مقدار به اطرافمون توجه داشته باشیم.
یه مقدار دقت بکنیم. شخصی بوده که آخرین مدل ماشین رو سوار بوده و گرون قیمت ترین ماشین بوده و داشته از خیابونی عبور میکرده که اون خیابون شاید ساعتها هم اگر میگذشته کسی از اون خیابون عبور نمیکرده. این شخص زمانی که داشته عبور میکرده یک صدایی رو میشنوه و باعث شکسته شدن و آسیب دیدن شیشه ماشینش میشه. قدری جلوتر نگه میداره و میبینه که یک کودکی سنگ پرت کرده به طرف ماشینش. میاد پایین با اون بچه شروع میکنه دعوا کردن. چند لحظه ای رو شروع میکنه با اون به تندی صحبت کردن. وقتی که تموم میشه بچه بهش میگه که این خیابون خلوتترین خیابونه، شاید ساعتها کسی ازش عبور نکنه. من برادر بزرگتری دارم که روی ویلچر نشسته بود و از روی ویلچرش افتاد پایین. زور من نمیرسید که اونو بتونم بلندش کنم. بلجبار مجبور شدم سنگ بردارم و به طرف ماشین شما پرت کنم. اون شخص به خودش میاد و میاد کمک میکنه به اون. هدف من از این صحبت این بود که سعی کنیم توی زندگی همون جوری که داریم حرکت میکنیم تو مسیر زندگی خودمون تلاش میکنیم برای روزمرگی خودمون یه نیم نگاهی هم به اطرافمون داشته باشیم. شاید کسی نیاز کمک ما داشته باشه، مجبور نشه که ما رو متوقف کنه. قبل از اینکه ما رو متوقف کنن خودمون حواسمون جمع باشه. به اتفاق میریم اولین بخش برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. يا قريب تعاليت يا رقيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب الله 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 سبحانك يا قدير تعاليت يا عظيم سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير تعاليت يا كبير الله الله سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير تعاليت يا كبير الله 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 الله. توی چند برنامه گذشته در رابطه با منجی صحبت کردیم. توی این برنامه قصد داریم یه مقدار مطلب رو بازترش کنیم. همه آدم ها به دلیل اون روحیه کمال طلبی و عدالت خواهی که در وجودشون هست همه تصور یک حکومتی رو در ذهنشون دارن که اون حکومت یک مدینه فاضل است. خیلی از ما حتی خود من بارها برام پیش اومده که یه مشکلی برام به وجود اومده، حقی از من ضایع شده، مجبور شدم که این حقم رو بگیرم.
ولی حالا بنا به هر دلیلی موفق نشدم اون حق رو بگیرم و یا حتی پیش اومده که حقی که حقه من بوده و متعلق به خود من بوده از من ضایع کردن و به کس دیگه ای دادن. توی اون روز وقتی که به شب میرسه توی ذهن خودم شروع میکنم به فکر کردن که چقدر خوب بود شهری داشتیم ما که پر از عدالت بود، نیازی نبود که به خاطر گرفتن حقمون به کسی مراجعه بکنیم، همه به حق خودشون قانع بودن. وقتی تو این فکر و رویای این مدینه فاضله که هستم خارج که میشم از این فکر، یک حس نشاطی به من دست میده و لذت میبرم از اون مدینه فاضله. وقتی به خودم میام میبینم نه، هنوز روال مثل روال سابقه و هیچ تغییری نکرده. حالا برخی از این فلاسفه هستن که میان بررسی میکنن، ریشیابی میکنن خیلی از مسائل و مشکلات رو و دنبال راه‌حلی برای اون میگردن و میان راه‌حل‌های کوچیک و بزرگی رو پیشنهاد میکنن. از جمله این راه‌حل‌ها وجود یک مدینه فاضله است. از جمله این فلاسفه آقای افلاطون هست که در کتاب جمهوری خودش اگر اشتباه نکنم میاد در مورد یک جامعه آرمانی صحبت میکنه و میگه که این جامعه آرمانی طبقات گوناگونی داره و در رأس اون یک فیلسوفی قرار گرفته که اون فیلسوف باید امورات رو به دست بگیره و اون جامعه آرمانی رو شکل و سر و سامون بده. حالا بریم سراغ یه فیلسوف دیگه، جناب آقای فارابی، که این آقای فارابی اعتقاد دارن که این مدینه فاضله که یک شخصی باید حاکم بر این مدینه فاضله باشه و اون مدینه فاضله رو به اصطلاح بچرخونه و بگردونه، یک سری شرایط باید داشته باشه اون شخص. حالا چند تا از این شرایط رو من خدمت شما قرائت میکنم. اول اینکه باید تندرستی و کمال جسمی داشته باشه، نیرومند باشه در درک و سرعت تصور، نیروی حافظه خوبی داشته باشه، زیرکی و هوشیاری داشته باشه، خوش سخن باشه، دوستدار آموزش و آموزش دادن به دیگران باشه، معتدل بودن در خوردن و آشامیدن و سایر مسائل روزمره زندگیش باشه، دوستدار راستی و راستگویان باشه و دشمن دروغ و دروغگویان، بزرگوار بودن و بزرگی رو دوست داشته باشه، درهم و دینار و متاع دنیوی رو خواستار نباشه، دوستدار داد و دادگری و دشمن ستم و ستمگری باشه، قدرت اراده و شکیبایی داشته باشه. این از جمله شرایطی بود که جناب آقای فارابی معتقد هستن که اون شخصی که میخواد مدینه فاضله رو بچرخونه این خصایص رو باید داشته باشه. حالا یه عده دیگه هم هستن که فیلسوف نیستن، در عوض دانشمند هستن و این دانشمندا اکثرشون هم غربی هستن، از جمله آقای برتنارد راسل که این آقا در طول عمر خودش مذهب گریز بوده، زیاد هم با مذهب کاری نداشته، ولی بر حسب اتفاقی که حالا توی جنگ جهانی دوم میفته و حوادثی رو که میبینه یه خورده همچین آزرده خاطر میشه و برای این آزرده خاطریش میاد یک جمله قصاری رو میگه که این جمله قصار ایشون این هست: جلوگیری از جنگ یک راه بیشتر ندارد و آن دولت جهانی واحدی است که تمام سلاح‌های مهم عظیم را منحصراً در دست داشته باشد. به نظر من اگر چنین دولتی جهانی تشکیل شود، تشکیل آن در برخی نواحی از روی میل و رضا و در بعضی دیگر از راه فتح و غلبه خواهد بود. تصور نمی‌کنم نژاد انسان آن سیاستمداری و قابلیت را داشته باشد که تنها به میل و رضای خود به تأسیس دولت جهانی گردن نهد. به این دلیل است که خیال می‌کنم در تأسیس و برقراری و حفظ و نگهداری آن در سنین اول عمر اعمال فشار و زور لازم است. حالا ایشون یک بیانی رو فرمودند، ولی جالب اینجاست که تو اون قسمت آخرش الزاماً باید اون فشار و زوره باشه، یعنی عدالت به صورت اون عدالت واقعی نیست، یعنی یه عده باز دوباره بهشون ظلم و ستم میشه. حالا این ظلم و ستمه حقشون هست یا نه ما در این زمینه هیچ بحث و صحبتی نمی کنیم، خوب و بدش هم به گردن خود آقای
برتناد راسل. بریم به اتفاق قسمتی از برنامه رو ببینیم و در خدمتتون هستم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانما واطيب واطهر و اصلا و اکثر ما سلیت و بارک و ترحمت و تهننت و سلمت على احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفوتک و اهل کرامت علیک من خلقک. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وبليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. حالا اگر بگذاریم از خیر این آقایون فلاسفه و همینطور دانشمندان، میرسیم به گروهی دیگر، اون هم مربوط میشه به پیامبران، که هر پیامبری که به بعثت رسید هدفش این بود که دین الهی حاکم بشه بر اون قومش و عدالت رو گسترش بده. ادیان مختلفی بودن که الان شایع ترینشون خب یهود هست و مسیحیت هست و در نهایت بالاترین اونها که اسلام هست و مذهب تشیع. میبینیم که میومدن حتی در برهه زمانی که خودشون بودن، سعی و تلاششون این بود که عدالت رو حکم فرما کنن بر اون قوم و ملت خودشون. تلاش زیادی کردن، پرچمدار عدالت بودن و ندای عدالت خواهی رو سر میدادند. بماند که در پاره از اوقات در نطفه خفه می شد و نمی تونستن کاری بکنن، گاهی وقتا هم در محدوده خودشون به صورت جزئی می تونستن عدالتی رو برقرار کنن به خاطر شرایطی که در اون زمان وجود داشت، و همینطور عده‌ای هم تونستن که کار خودشون رو به اتمام برسونن، ولی به دلیل اینکه اون عدالت و حکومت عدالت خواهانه اونها جهانگیر و جهان شمول نبود، به همین خاطر دوامی رو نداشت. ولی در تمامی ادیان میخوایم یه برگشتی بزنیم به چند برنامه قبل، این بود که همه خبر از یک منجی میدادن در آیین زرتشت، در آیین یهود و در آیین مسیحیت. همه و همه به نوعی خبر از منجی میدادن که روزی خواهد آمد و دنیا رو پر از عدل خواهد کرد و حکومتی خواهد داشت به پهنای این کره خاکی. و حتی در دین خودمون، دین اسلام هم که دیگه در نهایت در رابطه با این مطلب توضیحات فراوانی داده شده. به اتفاق بریم قسمتی از برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین.
ما برنامه‌مون درباره دعای افتتاح بود و شرح و تفسیر این دعای شریف که منسوب به وجود مقدس آقای ما حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان هست. فقراتی از این دعا رو شرح کرده بودیم در حد وقت و در حد معلومات و در این میان هم برخی بحث‌های متفرقه به مناسبت ایام و لیالی مطرح شد. امروز قصدمان بران است که درباره این فقرات این دعای شریف برای بینندگان گرامی سخن بگوییم. امام به خدای متعال عرض می کند: اللهم ان عفوك عن ذنبي و تجاوزك عن خطيئتي و صفحك عن ظلمي و سترك على قبيح عملي و حلمك عن كثير جرمي عند ما كان من خطئي و عمدي اتمعني فی ان اسألک ما لا استوجبه منک. خلاصش اینه: خدایا نسبت به گناهانی که انجام دادم، نسبت به خطاهایی که مرتکب شدم، نسبت به ظلمی که در حق خیشتن با گناه من مرتکب گردیدم، در تمام این موارد من شاهد عفو تو، گذشت تو، بزرگواری تو، اغماض تو بودم نسبت به خطایا و نسبت به گناهان خودم. و اینکه تو خدای ستار العیوب اعمال زشت مرا پوشاندی، گناهان فراوان مرا دیدی، اما نسبت به این گناهان صبر کردی، حلم ورزیدی. خب این امور که من دیدم مرا به این طمع انداخت که بیام در خانت چیزی رو از تو بخواهم که مستحق آن نیستم، که البته آنچه را که امام عنوان فرمود که مستحق آن نیستم رو در فقرات بعدی دعا ایشون عرض می کند و مطلب رو مطرح می فرمود. قبل از پرداختن به تک تک این فقرات و جملات این دعای شریف و آنچه خوانده شد، با اینکه ما در سابق زمان هم در این بار برخی سخنان رو گفته بودیم، اما این بار و این نوبت می‌خوایم بحث رو مفصل‌تر و گشاده‌ترش بکنیم. اینجا امام صریحاً اقرار به گناه می‌کنه، صریحاً اقرار به خطیه و اشتباه میکنه، صریحاً اقرار به ظلم کردن میکنه. آیا ظلم و خطا و گناه در مورد حضرت ولی عصر و یا ائمه دیگر چگونه توجیه میشود؟ ما که اعتقاد داریم که این بزرگواران معصومند، یعنی حتی در پهله ذهن و خیال هم این بزرگواران مسئله گناه و خطا را ندارند، یعنی اندیشه زشت هم ندارند، چه رسد به فعل زشت که تظاهر خارجی داشته باشه. اینها چگونه قابل توجیه و قابل بیان است؟ دو پاسخ رو با قلت زمان و وقت به عرض بینندگان عزیز و سمعشون و نظرشون میرسانیم و اون دو پاسخ که عرض کردم در گذشته زمان هم این دو پاسخ را عرض کردیم، منتها خیلی مختصر گفتیم و الان جای بیان مفصلترش هستش. پاسخ اول اینه که آیا بندگان خدا در هر رتبه و شأن و مقامی که باشن، حتی در مقام پیامبری، در مقام ولایت، در مقام امامت، آیا اینان می توانند حق بندگی خدا را آنچنان که شایسته ذات اقدس ربوبی هست به جای بیاورند و یا نه؟ پاسخ قطعا منفی خواهد بود،
شکست حتی وجود مقدس پیغمبر اکرم، می تواند حق عبودیت و بندگی خدای را آنچنان که باید به جای بیاورد. و وقتی که نتوانست انسان حق عبودیت و بندگی خدای متعال رو کما هو حق و به جای آورد، تردید نیست که باید در برابر خدای سبحان ولو پیغمبر اکرم باشه زانو بر زمین بزند و عذر این تقصیر رو از خدای بخواهد. امیر المؤمنین امام حسین حضرت بقیت الله با همه عظمت و بزرگی که این بزرگواران دارند و با تمام امتیازاتی که خدای سبحان به این بزرگواران عنایت فرموده، اما آنچنان که باید حق بندگی خدای را به جای بیاورند نمی توانند به جای بیاورند. لذا یه جاهایی که اینا بحث گناه رو مطرح میکنند، بحث خطیه و اشتباه رو مطرح میکنند، علل اصول باید به همین زمینه ها بازگشت بکنه. خدایا چون نتوانسته این حق بندگی تو رو به جای بیاوریم و تو را آنچنان که شایسته ذات مقدس توست ما پرستش کنیم، بنابراین از این قضیه در خانه خدا معذرت خواهی میکنند. ما عبدناک منصوب پیغمبر اکرمه، ما عبدناک حق عبادتک، آنگونه که حق بندگی تو باشه ما تو را عبادت نکردیم. یه پاسخ بنابراین این پاسخ میشه، در واقع کوتاه آمدن در انجام وظایف بندگی آنچنان که شأن خدای متعال هست. مطلب دوم، در واقع این فقرات دعا آموزشی است که این بزرگواران دارند به افرادی که این دعاها را میخوانند میدهند، به پیروان خیشتن، به شیعیان خیشتن، به معتقدان خیشتن، که اگر خواستید در خانه خدا بروید و با خدا سخن بگویید این گونه سخن بگویید. و بر این اساس در واقع تعلیم اونها به ماست، نه اینکه شرح حال خودشون و وضعیت خودشون به ما دارن تعلیم میدن که وقتی خواستید با خدا حرف بزنید اینجوری حرف بزنید، با این الفاظ و این عبارات با خدای متعال سخن بگویید. در واقع تعلیمی است که معلمان ما به ما محصلان و شاگردان میدهند که در مقام نیایش، در مقام عبادت، در مقام توبه، در مقام انابه برمی آییم چه الفاظی رو باید به کار بگیریم. چون ما خودمون نمیدونیم چگونه باید سخن بگوییم، لذا این معلمان بزرگ بشریت به ما کیفیت تکلم و سخن گفتن با خدای را و در محضر خدای ایستادن رو تعلیم میدهند، یاد میدهند به ما. نمونه خیلی زنده این ماجرا که در خود قرآن کریم هست. همه ما با سوره مبارکه حمد آشنا هستیم. در نمازهای پنجگانه واجبمون همواره سوره حمد رو میخوانیم ما. یکی از آیات این سوره شریفه که دوبار هم نازل شده، هم در مکه نازل شده است هم در مدینه، و به همین جهت یکی از نامهای این سوره سبع من المثانی هست، چون سوره حمد 7 آیه داره، دوبار هم نازل شده هم در مکه هم در مدینه، بنابراین سبع من المثانی خود قرآن داره میگه. این سوره مبارکه یکی از آیاتش این است: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو بندگی میکنیم و فقط از تو یاری و استعانت میجوییم. گوینده این کلمات کیه؟ شکی نیست که قرآن سخن خود خداست. کلمات، الفاظ، عبارات در قرآن مقدس همه از آن خدای متعاله. پیغمبر فقط گرفته و تحویل مردم داده در این ارتباط با آیات شریفه قرآن کریم. خب خدای متعال داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، گوینده خود اوست
که به ما داره تعلیم میده این عبارات رو بگید. آیا خود او هم این حرفا رو داره میزنه واقعا؟ او به کی خطاب داره میکنه که ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو استعانت میجوییم. کی به کی داره این حرفا رو میزنه؟ آیا خدای دیگری مقابل خودش میبیند که نسبت به او این گونه جملات رو بر زبان جاری کند یا جملات رو خلق بکنه؟ این مطمئنن خدای متعال منظورش خودش نیست که بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای متعال در مقام تعلیم قرار گرفته، در مقام تعلیم داره به ما آموزش میدهد که چگونه با من سخن بگویید. در نماز بایستید و بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. او تعلیمی است که معلم و معلم کل بشر که پروردگار سبحان باشه داره به محصلین خودش، به متعلمین خودش میدهد. ما از خدای متعال میگیریم و به این الفاظ داریم با همون خدا سخن میگوییم. از این نمونه فراوان داریم. شخص پیغمبر اکرم، شخص امام سجاد، زیباترین ادعیه از آن این بزرگوار هست، همین امام زمان، وجود مقدس مولا و حضرت امیرالمؤمنین در دعای مثل دعای کمیل، قریب این مزامین رو دارن. مرادشون خودشون نیستن قطعا. نمیخوان بگن ما گناه کردیم، ما گرفتار خطیئه شدیم، گرفتار ظلم شدیم. مراد خودشون نیست، دارن به ما تعلیم میدهند که وقتی میخواید با خدا حرف بزنید اینجوری حرف بزنید، وگرنه وجود مقدس امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوار او از امام حسن مجتبی بگیر تا حضرت ابا عبدالله الحسین تا برس به وجود مقدس امام زمان. این بزرگواران معصومند و دلایل بر اثبات آنها هم فراوان است. نه عملی خلاف رضای خدا میکنند، نه سخنی خلاف رضای خدا میگویند، و نه اندیشه‌ای و نیتی در ذهن خود میپرورانند که خلاف رضای خدا باشه. هرچه میگویند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله است. اینان معصومند به عصمت الهیه که اگر نباشند نمیتوان به دنبال آنها رفت. اگر معصوم نباشند اساسا جایز نیست تبعیت و پیروی از آنان کردن را. معصومند به دلایل گوناگون قرآنی و روایی، و از جمله آیه شریفه و آیه شریفه تطهیره: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال یک اراده کرده، اراده تکوینیه است نه تجریعیه، که از شما خاندان پیغمبر پلیدی رو ببرد و شما رو پاک گرداند. پاک گرداندنی یعنی به نحوه خاصی خدای متعال شما رو پاکتون میکنه که هیچ کس رو این گونه پاک نکرده باشد. این نوع پاک کردن خاص شماست، خاندان پیغمبر. به هنگام نزول آیه شریفه قرآن کریم این خاندان همراه با شخص پیغمبر اکرم، چهار تن دیگر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی و حضرت ابا عبدالله الحسین، و بعد هم نه تن از فرزندان امام حسین طاهر و مطهر از امام سجاد بگیر تا حضرت باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت علی بن موسی الرضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، و آنگاه وجود مقدس حضرت بقیت الله فی الارضین صاحب العصر و الزمان، تنها باقی مانده خاندان عصمت و طهارت. بر این اساس این عباراتی رو که از این قسمت از دعای شریف افتتاح خواندیم دقیقا مثل عباراتی است که از علمه دیگر صادر شده. اینان در مقام تعلیمند، در مقام یاد دادنند به ما که ما چگونه با خدای سخن بگوییم و چگونه با خدای متعال راز و نیاز کنیم. بقیه سخن انشاءالله
در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 خداوندا ثنای تو را با ستایشت آغاز می کنم و تو به بخشش خود توفیق راه درست را می دهی و یقین دارم که تو در جایگاه عفو و رحمت مهربان‌ترین مهربانان و در جایگاه کیفر و انتقام سخت‌ترین عذاب کنندگان و در جایگاه بزرگ منشی و عظمت بزرگ‌ترین گردنکشان. با خدایا به من اجازه دعا و درخواست از خود را دادی، پس ای شنوا ستایشم را بشنو و ای مهربان دعایم را مستجاب کن و ای بسیار آمرزنده لغزشم را نادیده بگیر. خدایا بر علی امیر مؤمنین و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان، بنده و ولیت و برادر رسولت و حجت و برخلقت و نشانه بزرگ و خبر عظیم درود فرست و بر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سرور زمان جهان درود فرست و بر دو نواده رحمت و دو امام هدایتگر حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت درود فرست و بر پیشوایان مسلمانان علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و جانشین هدایتگر هدایت یافته مهدی که حجت‌های تو بر بندگان و امانت داران تو در آبادی‌ها هستند بسیار پیوسته درود فرست. خب بینندگان عزیز، همه این توضیحاتی رو که توی این برنامه خدمت شما عرض کردم می‌خواستیم به این نقطه برسیم که در رابطه با حکومت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت بکنیم که این مربوط میشه به برنامه فردا شب ما. امیدوارم که بیننده برنامه فردای ما باشید. بنا به رسمی که در برنامه سفره رحمت به جا مونده، تو این لحظه میریم سراغ صحیفه سجادیه و فرازی از صحیفه سجادیه رو برای شما قرائت میکنم. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که خدایا تو ما را از ناتوانی آفریده ای و بنیاد ما را بر سستی نهاده ای و از آبی پست و بیمقدار هستی ما را آغاز کرده ای. اینک ما را هیچ جنبشی نیست مگر به نیروی تو و هیچ نیروی نیست مگر به یاری کردن تو. پس ما را به توفیق خود مدد فرما و به راه راست خود استواری ده و چشم دلهای ما را از دیدن آنچه دوست نمیداری کور گردان و چنان کن که نافرمانی تو به هیچ یک از جوارح ما را نیابد. داره خوب و بد و در هم میخره. به به مهمونا صاحب خونتون منتظره. داره خوب و بد و در
دست خالتون بیار، هرچی دوست دارید بگید ازش بخوای، به صاحب خونه بگید آقا کجا، به 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 صاحب خونه بگید آقا کجا، وارث غربت مشتبا کجا، اونی که خون به چشای ترشه، اونی که به چشای ترشه، اونی که منتقم مادرشه، خب بینندگان عزیز امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه. به دلیل ایام لیالی القدر ما نتونستیم پیامک ها و ایمیل های شما رو قرائت بکنیم، تصمیم داریم امروز، هرچند که تعداد پیامک ها زیاد و بیشمار بود، اون چند تا پیامکی که به ترتیب ما انتخاب میکنیم، به ترتیب که به دست ما میرسه خدمت شما قرائت میکنم. اولین پیامک مربوط به یکی از دوستانمون هست که شمارشون از 0936 چهار رقم آخرش 8408 نوشتن که با تشکر صحنه های امام حسین علیه السلام و بین الحرمین را بیشتر تکرار کنید، ممنون از برنامه شما. من حتما این رو دوستان انجام میدن، امیدوار هستیم که خواسته شما رو بتونیم توی این برنامه هم برآورده بکنیم، حتما صحنه های از حرم آقا عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل برای شما پخش خواهیم کرد. پیامی که بعدی مربوط به یکی از دوستانمون هست 0935 3757 نوشتن که با سلام خدمت شما و برنامه خوبتون، لطفاً در این شب‌های قدر یادی از همه گذشتگان بکنید، همه مداحان مخصوصاً آقا سید جواد ذاکر و شیخ عباس کبیری، التماس دعا. خب ما همون جوری که خودتون هم شاهد بودید توی برنامه لیالی قدرمون طلب آموزش کردیم برای همه اموات، و حالا اینکه شما اشاره کردید این دو شخص مداح عزیز رو، امیدوارم که خداوند این روح این بزرگواران هم مورد رحمتش قرار بده. پیامی که بعدی 0913-89-59 با عرض سلام و خسته نباشید، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شما خسته نباشید، خدمت شما مجری نیک صورت و سیرت، من از بینندگان پراپا قرص شبکه شما و برنامه سفره رحمت می باشم، استدعا دارم اقدامات حضرت متاسفانه بقیه اسمسشون رو من ندارم، اون پرینتی که دست من هست تا همینجا بیشتر نیست. خیلی متشکرم از اینکه به من لطف داشتید، امیدوار هستم که همواره سلامت و تندرست باشید. دوست دیگری برای ما پیامک ارسال کردن 0912 چهار رقم آخرش 6920. قبل از اینکه این پیامک رو بخونم ازتون یه خواهشی داشتم، اون است که اسم کوچیک و یا فامیلتون رو برای ما حتما ارسال کنید که بتونیم شما رو با نام، پیامک های شما رو با نام بخونیم. با سلام و خسته نباشید، با تشکر از برنامه های عالی شما، تشکر ویژه برای پخش سخنرانی ها مخصوصا آقای احمدی، اجرتان با ارباب من امام حسین علیه السلام، حیف که از لحاظ مالی نمیتوانم کمک کنم ولی برایتان دعا میکنم سالم و موفق باشید، بر دشمنان علی علیه السلام لعنت بشباد. عرضم به حضور شما که من خیلی خوشحال هستم از اینکه شما بیننده برنامه ما هستید، هیچ نگران نباشید که نمیتونید به برنامه ما کمک بکنید، ما همین که دعا میکنید دعای شما برای ما معادل میلیاردها تریلیاردها دلار ارزش داره. خیلی سپاسگزارم.
و همینطور 0919-0481 نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، اجرتون با امام حسین علیه السلام. امیدواریم که آقا امام حسین علیه السلام هم نظر لطف به شما بیننده عزیز داشته باشن. و آخرین پیامک 0914 چهار رقم آخرش 2334، دوست عزیزمون آقای محسن کاظم‌خانی از تبریز نوشتن که به همه شما عزیزان خدا قوت میگم. خیلی متشکرم از همه دوستانی که برای ما پیامک ارسال میکنید، همینطور ایمیل میفرستید. شرمنده هستیم از اینکه نمیتونیم اسامی شما عزیزان رو همگیتون رو قرائت بکنیم، ولی مطمئن باشید که در یک برنامه سعی میکنیم همه این پیامک ها رو گردآوری بکنیم، اون دست از عزیزان حداقل اسامیشون رو بخونیم. توی این قسمت از برنامه میخواییم بریم سراغ حکایت برنامه. یه روز یک عرب بادیه نشین که گویا بت پرست هم بوده از کوچه رد میشده. توی این کوچه مسجدی بوده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توی اون مسجد به اتفاق چند تن از اصحاب یارانشون نشسته بودن. این شخص میاد وارد مسجد میشه و تقاضای کمک میکنه از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. ایشون مقدار پولی که داشتن به این شخص میدن. بعد شخص میشه خودش فکر میکنه، میگه که خب این پیغمبر خداست و حاکمه برای خودش و ازش باید خیلی خوب باشه، این چه پولی که داره من میده. شروع میکنه به بد صحبت کردن و حرفای بد زدن. تعدادی از اصحاب تا برخورد این شخص رو میبینن عصبانی میشن و میخوان حمله کنن به طرفش که آسیب بهش برسونن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله جلوی اونها رو میگیرن و میگن که شما کاری نداشته باشید. دست اون شخص رو میگیرن و از مسجد خارج میشن و میبرنش به سمت خونه و وارد منزل میشن. بعد اون شخص نگاه میکنه میبینه نه، این خونه خیلی ساده است، خیلی امکانات کمی توش هست. همینجوری داشته خونه رو نگاه میکرده، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مقدار پول دیگه میان بهش میدن و اون پولی که نگاه میکنه میبینه بعد چقدر پول زیاده. شروع میکنه تشکر کردن، میگه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند که خب تو اونجا توی مسجد حرفای بدی زدی، اونهایی که تو مسجد بودن از دست تو خیلی ناراحت شدن، میترسم تو اگر که بری بیرون اونها ببیننت خدای نکرده به تو آسیبی برسونن. میتونی یه کار بکنی، بیای توی مسجد این حرفایی که زدی تشکری کردی اونجا هم بگی اونا بشنون. میگه بله چرا نمیتونم. بلند میشه به اتفاق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردن به مسجد. آقا میرن بالای منبر میشینن و میگن که خب آقا ما به تو کمک کردیم، تو از ما راضی هستی، مشکلی نیست؟ میگه نه دست شما در نکنه، شما من خیلی لطف کردین، من از شما راضی هستم و خیلی هم ممنون و سپاسگزارم. اصحابی هم که نشسته بودن اونجا خیلی خوشحال میشن. اون شخص که از مسجد خارج میشه، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو میکنن به اصحاب و یاران و میگن که شما برخورد خوبی رو نداشتید و این حرکت شما مثل حرکت اون کسی هست که شطورش داشته فرار میکرده و داشته دنبال شطورش میدویده. یه عده‌ای که میخواستن حالا کمکی بکنن از روی حالا دوستی یا محبت، شروع میکنن به داد زدن، آی بگیر بگیر شطور رو بگیرید. این شطور بیچاره بیشتر رم میکرده و فرار میکرده. صاحب شطور برمیگرده به اون افرادی که داشتن دنبال سرش میدویدن، میگه آقا بیایید یه لطفی به من بکنید، شما پشت سر من داد نزنید، این کار شما باعث میشه که شطور من بیشتر فرار بکنه تا اینکه وایسه، من خودم میدونم چیکار کنم. اون افرادی که دنبالش میدویدن وای میسن، این شخص میره دنبال شطورش و یه مقدار علوفه‌ای میکنه و میگیره دستش و یواش یواش خلاصه میرسه به شطور و شطور رو میگیره. و صحبت که به اینجا میرسه، کلیه اون افرادی که اونجا نشسته بودن پشیمون میشن از اینکه چقدر زود تصمیم گرفتن و میخواستن به خاطر اینکه لطفی کرده باشن و میخواستن بگن حالا مثلا این شخص حرمت شما رو شکسته، ما میخواستیم بلایی سرش بیاریم، ناراحت میشن از این که چرا این عمل رو داشتن انجام میدادن. خب امیدوارم که ما هم توی زندگی خودمون، زندگی روزمره خودمون،
اون گونه ای عمل نکنیم که شتاب زده باشه و خدای نکرده تصمیمی عجلانه نگیریم که بعدها باعث پشیمونی ما بشه. ما رو از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید و این دعا رو فراموش نکنید. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی.